سلام و خوش آمدید در این مجموعه خبری رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم وزارت دفاع امریکا تایید کرده که در حمله هوایی هفته گذشته ایالات متحده عدنان جرار یک عضو برجسته گروه افراطی از شباب کشته شده است گمان می رود که جرار از ترناهان حمله بر فروشگاه ویستگیت مال در سال 2013 در نایروبی باشد. حمله ای که در آن 67 تن کشته شدند. کشته شدن جرار ضربه بزرگ به گروه شباب خوانده شده است. ایالات متحده میگوید پیروزی بنیامین نتانیاهو صدر اسرائیل در انتخابات از تلاش های امریکا برای رسیدن به توافق با ایران بر سر برنامه هسته این کشور جلوگیری نمی کند. نتانیاهو گفته است که مذاکرات با ایران به یک معامله بعد خواهد انجامید. اما جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا دیروز گفت که فکر نمی کنند که پیروزی نتانیاهو بر مذاکرات ایران اثر گذاشته باشد. این سخنان در حال است که مقامات امریکایی و ایرانی در شهر لوزان سوئیس در مورد برنامه هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین توافق کردند که آینده تحریم ها بر روسیه باید به تطبیق موافقت نامه منسک بستگی داشته باشد. قصر سفید گفت که دو طرف دیروز تلفنی موافقت کردند. پاردمان اوکراین به تازگی به مناطق شرقی اوکراین که تحت کنترل شورشیان است خود مختاری محدود ایتا کرد. آن هم مشروط بر این که انتخابات محلی به اساس قوانین اوکراین برگزار شود. اما روسیه و جدایی طلبان طرفدار مسکو این را رد کردند همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید آزادی رادیو نقطه کام تشکر و خدا نگهدار رادیو آزادی رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 12.96 و و